چی باجم؟ اصلا چی باجم؟ برو برو دختر برو برو ای خدا پیری و هزار تا درد. این فیلمو گفتم یادگاری نگه دارم از گندم خانوم دیگه. الان پیر زنیه واسه خودشه، الان 8 سال با ماست. اون موقعی هم که اومده بود پیش ما 7-8 سال حداقل داشت. بعد حالا نمیدونم، خیلی از دوستان البته روز اولش یادشون نیست، اصلا یه اوضاع داغونی داشت. هنوزم که هنوزه اون بویی که از بیماری پوستی، بوی وحشتناک که از بیماری پوستی گندم خانوم زمانی که میخواستیم از اون جایی که پیداش کردیم که ببریم به شفاخونه شماره 1 رو دماغم نشسته بود، هنوز اون بو از هیچ سگی بهم نخورده، حتی شیوا که اونقدر داغون بود. اصلا یه بوی وحشتناک، بیماری پوستی وحشتناک، بدنش همه زخمای بزرگ. اگر بتونید فیلمشو پیدا کنید، حالا رو هشتگش فکر نکنم باشه چون خیلی وقت پیش گذاشتم، حالا ندارم. الانم که گندم خانم اینقدر سنش بالا رفته، هم مشکل کمر داره هم گوشش سنگین شده، مجبوریم هر از چنگایی گوششو شستشو بدیم. بعد دیگه اینو کرمم البته واسه کف دست و پاشونه، کف دست و پاشو بزنیم. بالاخره داستان زیاد داره، پیری و هزار تا گرفتاری. اصلا بهتون میگم گوشش سنگین شده هم جاله، البته خب درد آوره، ولی این آدمی زاد، این آدمی زاد، این آدم است. بیا گندش گندم خانوم، ببین ببین الان گوشش من چه خبر. هر چند روز اینطوری میشه. جانم گندم هیچی نیست، هیچی نیست، هیچی نیست. ما هم پیر میشیم، ما هم پیر میشیم گندم جان، قربونت برم، هیچی نیست. چه خبر گندم؟ چه خبر گندم؟ آخه گندم خانم ملکه شفاخانه های سزار بود. الان خب فکر کنم این آره دیگه، این یکی که یه شفاخونه آخر و چهارمی باشه. اگه دوستانی که از قدیم و ایام با ما بودند میدونن جریان چی، داستان طولانیه. شاید یه روز، شاید که نه 100% یه رو سر فرصت کتابشو که نوشتم بعد همه تون بعد میخونید. من فکر کنم خدای من شاید الان البته میشنوید، اصلا برای تو 100% عجیبه، ولی به جرئت میتونم بگم بدبختی هایی که ما کشیدیم شاید خیلی ها بخونن اشکشون در بیاد. داستان هایی که ما طی کردیم و هیچ وقتم هیچ جا نگفتم، فقط خب خوبی ها رو میبینن و اینا. خب البته نیازی هم نبود بگم، حالا یه روز بالاخره میمیسم. این گندم خانوم با همشون با ما بود، تو همه داستان ها بود. حتی خیلی خلاصه بگم، یه جا ما شفاخونه رو از شفاخونه 2 میخواستیم بریم شفاخونه 3، این کلن یه 7-8-10 روز وقفه ایجاد میکرد. ما اینو یه جا امانت گذاشتیم، بهتون میگم شرط خیلی سخت بوده که آقا ما تا جا به جا بشیم این پیش شما باشه. تو همون هین، حالا مثلا 10 روز بود، روز 8 اون طرف هم اون مکان تحویل میده به یکی دیگه. بعد اون یکی دیگه گندم رو به ما نمیخواست بده، گندم هنوز جوون بود، دیدین دیگه درشت هیکل، اصلا یالش عین شیر، قوی هیکل، درشت ها نداریم، نمیخواست به ما تحویل بده. ما با چه بدبختی و گرفتاری و حالا یه طورای زرنگبازی رفتیم و قفل درشو شکستیم و ازش تحویل گندم برداشتیم و رفتیم. و بعد اون حالا زنگ زد پلیس که مثلا ما اومدیم سرقت رو. البته بعد خدا رو شکر اونجا همسایی ها دمشون گرم قشنگ ما رو درک کردن و فهمیدن داستان چیه. گفتن نه آقا هیچ اتفاقی نیفتاده، هیچی هم سرقت نشده، فقط اینا سگه چی نسنده، بعد اینا اومدن سگه رو ببرن و اینا داستان داشت. بالاخره کار نداریم. شیوا برو اذیت نکن این فیرزن، چی کار داری تو آخه؟ برو، هیچی نیست گندم جان، گندم جان هیچی. میبینی با اینکه پیرزن ولی هنو قلده را جنه ببینم. خانومی خانوم هیچی نیست، هیچی خانومی خانوم هیچی نیست. میبینی گندم
این تنها علامتی که روی صورت سرمه مونده از گاز گرفتگی گندمه. اولین روزی که گندم آوردیم تو این دکده سزار، همون اولین روز با سرمه که مثلا دو سال اینجا بود در افتاد، دعوا شد. سرمه هم جوون خیلی قلدر، بالاخره رئیس بچه ها بود. بعد گندم دید نمیخواست کم بیاره، گندم گفت با منی؟ آها گرفت، ما با چه بدبختی اینا رو جدا کردیم، داستان داشتیم، کاری نداریم. بالاخره حرف فرای گفتن زیاده، از داستان ها بخوام بگم، از این گذر زمان، از این بدبختی هایی که گذروندیم، از این داستان ها، از این داستان ها داشتیم که الان اینجاییم. الان به امید خدا به زودی بیمارستان سزار ساخته میشه که همین پشت سر ما ساختمونش هم بالاست، داریم شاید بدونید و میبینید. میخواد دوربینو بده بالا یه لحظه ببینید، همینطور یه لحظه بده بالا، همینطور یه بده بالا، آها بیا پایین. آره حالا به امید خدا بیمارستان سزار ساخته میشه و خیلی دیگه مجهزتر، پیشرفته تر، بهتر، بیشتر به بچه های بیشتری خدمات میرسونیم، کمک میرسونیم و کارها اصولی تر، بهتر پیش میره. فرهنگ سازی های خیلی بیشتری نسبت به همین الانی که انجام میشه انجام میشه. و میخوام بگم که از کجا به کجا، حالا یه روز دقیقش رو باید متوجه میشیم، چی گرفتاری هایی، چی داستان هایی. ولی از من به شما نصیحت، تا یه مکانی رو برای خودتون ثبت شده نداشتی درکتی نکنید. مکان متعلق به اون، برای اون کار باشه و متعلق به خودتون باشه و هیچ حرکتی انجام ندید. چون خیلی مردم خوبی نداریم، مردم خوبی نداریم که بخوان درکتون کنن، همش بخوان عقده‌هاشون رو یه جایی خالی کنن. هزار جور گرفتاری دارن، بدبختی دارن، زورشون اینجا نمیرسه. اون جایی که فکر میکنن مثلا الان اینجا ضعیفه، میتونم حالشو بگیرم، اینا همونجا میخوان عقده‌شون. مردمی نداریم که باهاتون همدل باشن، همراه باشن، هم دل بشن. همین الان هم میبینید، همین الان هم میبینید توی تونس یه گاریچی بنده خدای دستفروشی که گاری داشت، شهرداری گاریشو گرفته بود، جلوی شهرداری خوش آتیش زد، کل تونس تغییر کرد، سیستم عوض شد، انقلاب شد، مردم همه با هم همدستن. ما صدها از اون کاسبه داشتیم که خوشون آتیش زدن، کشتن، خودکشی کردن یا خودکشی دادنشون و فلان اینا. ما فقط به 4 تا هشتگ زدن موضوع رو تموم کردیم و یادمون رفته. حالا بعضی هم میگه نه هنو یادمونه. خب اون یاد موندن ها اون تأثیر نداره که در اون لحظه باید داشته باشه. در کل حرف برای گفتن زیاده، به امید روزهای خوب برای همه موجودات دنیا و آگاهی برای همه ما و تابیدن نور بر قلبهای هممون. مخلصیم، فعلا خداحافظ.